درود بر شما. 15 دی ماه 1402 خورشیدی و 5 ژانویه 2024 میلادی. امشب در صفحه آخر به ساختارهای فساد در جمهوری اسلامی میپردازیم، از بیت خامنه ای تا سپاه و دستگاه قضایی و غیره با آدم های شناسنامه دارشون. پرده آخر هم البته خواهیم داشت به روال معمول هر هفته آخر برنامه. من یک نکته رو فقط درباره کشتار روز چهارشنبه کرمان بگم. 3-4 ساعت بعد از انفجارها و کشته شدن بیش از 100 نفر در کرمان، یعنی چهارشنبه شب، کنسرت مجلل در تالار رودکی تهران که بهش میگن تالار وحدت، با حضور خانواده قاسم سلیمانی که دارین میبینین با خوشحالی کف میزنن، برگزار شد. همون موقع که داشتن جنازه ها و زخمی ها رو در کرمان جمع میکردن، واقعا اینا دیگه به حیا گفتن زکی. زمانی که 40 روز از افشای فساد 3.5 میلیارد دلاری به نام چای دبش گذشته و هیچ اطلاع رسانی از پلیس و دولت و دستگاه قضایی نیست، اگرم چیزکی گفته میشه صرفا جنگ بالایی ها و انحراف از اصل مسئله است. حدود 4 سال از گم شدن 80 میلیون سکه از خزانه دولت معادل 240 هزار آپارتمان شیک تک خوابه در تهران گذشته و هیچ اطلاع رسانی نیست. زمانی که رانت تخصیص ارز ترجیحی 735 میلیون یورویی به یک شرکت خاص برای واردات 13 میلیون تن کالای اساسی داده میشه و صدایی از دستگاه قضایی در نمیاد، رهبر این نظام بهره‌مند از لجن فساد چهارشنبه 13 دی ماه 1402 همین 2 روز پیش میگه مبارزه با فساد نقطه قوت جمهوری اسلامی است. یکی از نقاط قوت نظام مبارزه با فساده. به مجرد اینکه یک فسادی یک جای ظاهر میشه و دولت و مسئولین قضایی و دیگران در مقابلش بنا میکنن حرکت کردن، که این خوبی نقطه قوت مبارزه با فساده. یه عده از اون طرف پیدا میشن که آقا ببینید فساد وجود داره. خب بله، فساد وجود داره. اونی که نقطه ضعفه این است که فساد تحمل بشه، فساد کمک بشه. اگه با فساد مبارزه شد، این میشه نقطه قوت، این میشه فرار به جلو. اگر به فساد کمک میکردیم میشد نقطه ضعف، ولی داریم باش مبارزه میکنیم، پس این نقطه قوت است. همین الان به گفته کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، واردات 2 میلیون تن برنج قاچاق داره اتفاق میفته. در زمان وزارت آقای ساداتی نژاد، یعنی 1400-1401، این قاچاق اتفاق افتاده و الان هم در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی و هم اکنون هم سفارش دادن و دوباره وارد میکنند. این 2 میلیون تن بخشی با ارز ترجیحی و بخشی با ارز نیمایی دارد وارد میشود و با قیمت بیشتر در بازار فروخته می شود. وقتی نماینده مجلستون میاد اینو علنی میکنه، یعنی مدت هاست که همتون میدونید. نقطه قوتی که خامنه ای میگه، یعنی نقطه قوت نظام حاکم در فقیرتر کردن مداوم مردم و کمک به دزدان و تقویت دزدسالاری. نظام حاکم یعنی چی؟ یعنی رهبر و اطرافیاش، بیت خامنه ای، سپاه و فرمانده هاش، دولت و دستگاه قضایی. امشب دقیقا میخواییم رو همین ساختارهای حکومت در فساد سازمان یافته متمرکز بشیم. شما امروز خبر گم شدن 80 میلیون سکه معادل 200-240 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی رو دارین، دزدی و اختلاس 3.5 میلیارد دلاری رو دارین که دزدای شناسنامه دار داخل دولت رئیسی هن. با اینا دستگاهی به اصطلاح نظارتی و قضایی کاری ندارن. چرا؟ چون الگوی دزدی کلان از سفره مردم، یا به قول آقایون فساد، الگوهای شناخته شده است، چه از بانک مرکزی و بانکای دیگه باشه، چه از فلان وزارتخونه و بنیاد و غیره. رقمش بستگی به فرصت و امکان آقایون دزد داره.
میخوایم به این الگوها بپردازیم و به چند دلیل ملاک رو باز بخشی از بحثمون ملاک رو میذاریم روی بانک دی و شرکت‌های زیر مجموعه‌اش. به چند دلیل، یک، به این دلیل که تا حدودی این پرونده برای بینندگان دست کم صفحه آخر آشناست. دو، به این دلیل که به نام شهید جنگ و جانباز جنگ و غیره بنیاد شهید و بانک دی که زیر مجموعهش بیشترین ستم و بر همین خانواده کشته شدگان جنگ و جانبازان میکنن که برای نون شب گرفتارن. سه، بانک دی مثلا ثروتمندترین بانک خصوصی ایرانه. بانک دی از زیر مجموعه بنیاد شهید و ایثارگرانه. سال 1389 تأسیس میشه. امروز روی کاغذ یکی از ثروتمندترین بانک‌های ایرانه با انبوهی شرکت‌های زیر مجموعه که هر کدوم انبوهی شرکت زیر مجموعه با درآمدهای هزاران میلیارد تومانی دارن. شرکت‌های اصلی زیر مجموعه‌اش که گفتم هر کدوم انبوهی شرکت زیر مجموعه دارن ایناست. کارگزاری بانک دی، صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی، شرکت تجارت الکترونیک دی، بیمه دی، شرکت عمران و مسکن آباد دی، اماد، شرکت آتی سازان دی، صرافی دی، شرکت لیزینگ دی، امید بنیان دی و توسعه دیدار ایرانیان. دزدی ادامه دار از هر کدوم از این زیر مجموعه ها چندین برابر اختلاسی است که به نام چای دبش صورت گرفته. به همین دلیل بانک دی که روی کاغذ ثروتمندترین بانک خصوصی ایرانه، زیانده‌ترین بانک ایران هم هست. 11 آبان 1402 بانک دی یکی از بانک‌های ناتراز کشور به شمار می‌رود که در سال‌های گذشته با انباشته زیان مواجه بوده است. زیان انباشته بانک دی تا انتهای نیمه اول سال جاری به بیش از 23 هزار میلیارد تومان رسید. چرا؟ قبلا در برنامه‌های متعدد به موضوع بانک دی و دزدان و دزدی‌های کلان بانکی پرداختیم. این افشاگری ها باعث شد که یه جابجایی‌هایی در مدیریت بانک دی و حیات خلوتش توسعه دیدار ایرانیان انجام بشه. یه چند ماهی که گذشت باز خودشون مهره‌ها رو جابجا کردن، اخیراً هم تهدید کردن که اگر اعضای هیئت مدیره میخوان سر کارشون بمونن، این هیئت مدیره جدید باید از پیگیری تخلفات تیم قبلی خودداری کنن. گذشته بیان حالا با هم بخوریم. این تهدید که باید شکایتاتون رو پس بگیرین، نمیدونم خودداری کنین از اینکه بریم پیگیری کنیم ببینین در گذشته چه بوده در این حیات خلوت دزدای بانکی، این تهدید از کجا اومده؟ از خونه کت خدا مهدی حجازی، داداش علی اصغر حجازی، بیت رهبر معظم. مهدی حجازی رئیس هیئت مدیره توسعه دیدار ایرانیانه. عبدالکریم بابارضا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مهدی حجازی، محسن پهلوانزاده، حسین اصغری، حسین رجبی و عباس ابوالفتحی. مهدی حجازی داداش علی اصغر حجازی رئیس دفتر امنیتی بیت رهبر معظم، رئیس هیئت مدیره توسعه دیدار ایرانیان شده. عامل فشار امنیتی بیت روی مدیران دیدار ایرانیان. قبل از اینکه مهدی حجازی بشه، به قول خودش سید مهدی حجازی بشه رئیس هیئت مدیره دیدار ایرانیان، عضو هیئت مدیره امداد خودرو وابسته به ایران خودرو بود. همون موقع خبری منتشر شد در 27/9/97. سید مهدی حجازی بدون داشتن سابقه مؤثر در صنعت خودروسازی به هیئت مدیره امداد خودرو ایران وابسته به ایران خودرو پیوست. سابقه نمیخواد که، ژن خوب داره، داشتش از زمانی که خامنه ای شد رهبر، یار غار خامنه ای و مسئول امنیتی بیت بوده دیگه. ببینین، هاپولی کردن هزاران میلیارد تومان در سال از دیدار ایرانیان و بانک دی فقط به واسطه داداش مسئول امنیتی بیت انجام نمیشه. یه عامل فشار دیگه هم هست، مهدی سفرخانلو، که قبلا هم در برنامه ها ایشونو معرفی کردیم، اطلاعاتی قدیمی که میگن از وزارت اطلاعات اخراج شده، بعد کردنش فرماندار گرمسار و در راه شهرداری رشت کاشتنشو از این حرفا، میخواستن شهردار رشتش کنن، نمیدونم کردن یا نه. اصل
کار آقای مهدی صفرخانلو البته اینا نیست، فرماندار شهرداری اینا بشه. مهدی صفرخانلو همه کاره فساد بانک دی و دیدار ایرانیانه و از طریق محسن مهرعلی زاده که الان توی مدیر ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش هستن آقای مهرعلی زاده، هر فشاری به هر جا دلش میخواد میاره، نه فقط تو اطلاعات، به ویژه تو دستگاه قضایی. مهرعلی زاده کیه؟ با جناق سیدعلی مقدم مسئول روابط عمومی روابط مردمی بیت آقا امام خامنه ای، رئیس شورای عالی قرآن، همون کسی که به سرانجام نرسیدن پرونده سعید طوسی رو زیر سایه خامنه ای مدیریت کرد، یادتونه دیگه اون پرونده سعید طوسی. یعنی از دو طرف میخوام بگم چرخه اختلاس کلان در بانک دی رو هم بیت خامنه ای تغذیه میکنه، هم نمیذاره روند این جنایت اقتصادی و بانکی حتی کاهش پیدا کنه. یه طرف مهدی حجازی برادر علی اصغر حجازی مسئول امنیتی بیت، همون طرف مهدی صفرخانلو و روابط نزدیکش با مهرعلی زاده و سیدعلی مقدم مسئول روابط مردمی بیت. قبل از اینکه بریم خدمت مهمان گرانقدر برنامه، من اجازه بدین خدمتتون عرض بکنم که اهمیت دیدار ایرانیان، توسعه دیدار ایرانیان که این جماعت ولش نمی‌کنن، این است که بزرگترین یعنی جماعت دزد کلان، این است که بزرگترین هلدینگ زیر مجموعه بانک دی، اساساً کارش در ساختمانه که می‌دونین پیش از همه چیزای دیگه، البته غیر از قاچاقچی‌های سپاه، مواد مخدر و این داستان ها درآمدزایی داره و سال هاست که این دزدان در اینجا در دیدار ایرانیان خیمه زدن. از جمله حوزه های فعالیت شرکت توسعه دیدار ایرانیان می توان به این موارد اشاره کرد: راهسازی خرید و فروش یا تملیک اموال منقول و غیر منقول، حفظ و بهره برداری واحدهای اداری، خدماتی، پشتیبانی، پیمانکاری و مطالعاتی، طراحی، نظارت و مدیریت و اجرا در پروژه های تولیدی، ساختمانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیز شرکت در فرآیندهای دولتی و غیر دولتی در داخل یا خارج از کشور، استفاده از تسهیلات بانکی و مؤسسات اعتباری، مشارکت در پروژه های عمرانی و دولتی و خرید اوراق مشارکت صادره توسط سازمان های دولتی و و و و و. در خدمت آقای عباس پالیزدار هستیم، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه که تمام عمرشون رو یا جنگ ایران و عراق بودن و جانباز شدن، یا از بعد از جنگ تا امروز تمام عمرشون رو گذاشتن روی افشای فسادهای کلان و حکومتی. آقای پالیزدار خوش اومدید به امشب صفحه آخر. ما تو چند برنامه پشت سر هم که پارسال داشتیم، یکی از موضوعایی که بهش پرداختیم دزدی میلیارد دلاری به پول امروز از آستان قدس توسط فرزندان واز تبسی بود، فرستادنش به خارج و اینها. یه موضوع دیگه ای که من اشاره های امشب در مقدمه کردم بانک دی و دیدار ایرانیان بود که بهش باز پرداخته بودیم. فساد در هر دو جا همچنان بسا با گسترش بیش از گذشته ادامه داره. من نمیخوام برگردیم به جزئیات فساد برخورد نشده در آستان قدس را توسعه دیدار ایرانیان اینا. میخوام اگه ممکنه امشب به جنبه های ساختاری این فساد و به طور کلی فساد بانکی در جمهوری اسلامی، جنبه های ساختاریش بپردازید. چه ساختارهایی درگیر این فساده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم، برنامه خوب شما عرض ادب دارم. به نام خدا آغاز میکنم عرایزم رو، هر شبت خدمت انور شما، که من در خصوص بحث ساختاری که اشاره فرمودید بهتری که من البته اصلاحیه لازم بود به بعضی از مطالبی که شما فرمودید بزنم. فرمودید که مدیر عامل بابارضا، مدیر عامل که سابق بابارضا بود که رفت زندان و بعدش هم با زد و بندهایی که صورت گرفت، با رشوه‌هایی که دادن به قاضی و اینها، تبرئه شد و اومد بیرون و الان مدیر عامل اخیراً آقای رئیس که تو مدیر عامل شده بود، ولی به واسطه مثلا توصیه‌ای که بنده از مدیرعامل خیلی کوتاه مدت بانک دی جناب آقای اسکندری گرفتم برای جلوگیری از تضییع اموال بیت المال و خانواده‌های شهدا در بنیاد، رفتم
آقای اسکندری رو ببینم به عنوان مدیر عامل بانک دی که کمک کنه این توی دستگاه قضایی که داره رأی صادر میشه قریب به 400 میلیارد تومان توی این پرونده خسارت به بنیان وارد میشه. رفتم ایشون رو رفتم رئیس مولا جدید رو ببینم، موفق نشدم. با آقای اسکندری اما هنگ کردم، اسکندری رو مثلا وقت ملاقات گذاشتم. به محض اینکه اون روز ملاقات ما برقرار شد، روزی ملاقات ما مصادف شد با عزل آقای بهمن اسکندری از مدیر عامل بانک دی، یعنی به محض اینکه متوجه شدن که ایشون داره با ما همکاری میکنه ایشون عزل شد از بانک دی و ایشون خلاصه کمک کرد که مدیر عامل گروه مالی اقتصادی بانک دی وارد همکاری با ما میشه، جلسه برگزار کنه و جلسه برگزار شد با جناب آقای معدنچی. دکتر معدنچی رفتیم پیششون، مدیران مثلا مدیر عامل و مدیر حقوقی توسعه دیداره ایرانیان رو صدا کردن، اومدن برای جلسه و نهایتا بعد از اون اتصالی که برقرار شد ما ارتباطاتمون با اینشون برقرار شد و باز دوباره اونجا بعد از گذشت دو سه هفته از ارتباط آقای رجبی با ما مصادف شد با اینکه فهمیدن که ایشون به اصطلاح داره با ما همکاری میکنه، ایشون رو هم از منصب مدیر عاملی برداشتن و متاسفانه به اصطلاح الان مدیر عامل جدیدی که اومده من خیلی باشون ارتباطی ندارم، نه تازه اومده، خیلی دو سه روز اومده، خیلی شناختی ندارم ایشون. و در هر صورت هیئت مدیره ای که اسم آوردی تو اونجا نشستن هیئت مدیره ای است که به دلیل تعاملاتی که انجام شده با مدیران ارشد نظام و مدیرانی که به اصطلاح نشونده بودن این آدمای گذشته رو در منصب و دزدی‌هایی هم که شده بود، قرار هستش که این دزدی‌ها افشا نشه. لذا صورت جلسه هیئت مدیره ای انجام شده که مدیر عامل جدید هر کی که باشه حق پرداختن به نظام پیگیری نداره. لذا آقای رجبی هم گفته بود که من خودم به عنوان بچه جنگ هستم و حرفای پالیزار درسته، ما باید این مسیر رو بریم، ولی متاسفانه قدرتش اجازه نداد که بمونه و ایشون رو حذف کرد و امیدواریم که با نفرات بعدی بتونیم این کار ببینید ادامه بدید. اما پالیزار. سوال شما پالیزار. خیلی خیلی عذر میخوام قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم، حالا که اشاره فرمودید به این که شما با هر کس قرار میذاشتین و از مدیران بانک دی یا حتی در دیدار ایرانیان مثل آقای رجبی و در مدیر عاملی بانک دی هم اینها رو برکنار میکردن، خب شما در طی این یکی دو ساله انبوهی اطلاعات از داخل بانک دی بیرون آوردین، بخشی شو در این برنامه یه صفحه آخر پارسال علنی کردین، افشا کردین و میخوام ببینم در این روند آدم ها چجوری با شما همکاری میکنن، شما که مأمور وزارت اطلاعات نیستین که، چجوری اینا به شما با شما همکاری میکنن، چه بلایی تا حالا سرشون اومده؟ یعنی اگر منظورم اینه که گفتنیست خواهش میکنم بفرمایین بعد وارد موضوع بشین. هر شبت که گروهی از این آدم در بدنه اجرایی اطلاعات در واقع کنارشون به وجود داره میاد، چون خودشون عضوی از اون سازمان هستن و دارن دوزی ها رو از نزدیک میبینن و خب به دلیل دلسوزی هایی که دارن و میدونن که من فکر مونم ما بهتره بریم روی تلفن برای اینکه اصلا این قطع از شدن نیستیم مثل بعضی زمان رو از ما میگیره. آره آقای پالیزار بریم روی ارتباط تلفنی و با توجه به این پیشرفتگی ارتباط اینترنت در ایران و وزیر ارتباطات هم که میگه کجا ما اصلا دست به هیچ جا نزدیم، همه چی گل و بلبل و اینا، نمیشه واتساپ کنیم تا ارتباط تلفنی با آقای پالیزار برقرار بشه. من فقط یکی دو نکته رو خدمتتون عرض کنم تا ارتباط ها برقرار می شود. یکی این است که در
سوالی که کردم البته الان آقای پایلزار امیدوارم بتونن جواب بدن، حالا در همین غیابشون عرض بکنم. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم دست کم دو نفر از کسانی که در بانک دی و در دیدار ایرانیان کار میکردن یا در جاهای دیگه کار میکردند، دست کم دو نفرشونو یکیشونو و اطلاعات و اسنادو میدادن با آقای پایلزار. همین بحثایی که الان داریم میکنیم و در برنامه های گذشته کردیم، یکیشون رو تو خیابون با ماشین میزنن به قصد کشت که دوتا پاش میشکنه و میفته بیمارستان و خوشبختانه زنده مونده، و یکی دیگهشون رو یک نمیدونم دیگه پرونده براش درست میکنن یا نمیکنن، بعد اینا که براشون فرق نمیکنه. به هر حال میگیرنش، همین الان سلول انفرادی است و نمیدونم به چه اسمی، خلاصه میندازنش سلول انفرادی، کلی شکنجهش میکنن که تو حق نداشتی، که حق نداری اصلا که افشا بکنی دزدی ها رو. و عرض کردم الان سلول انفرادی است. اگر ارتباطتون با آقای پایلزار بس بشه، ایشون خب میان همین توضیح رو میدن. آقای پایلزار خب بفرمایین، امیدوارم که گویا باشه، یعنی برای ما قابل شنیدن باشه دقیقا صحبتاتون. توضیح بفرمایید از اول سوالی که بنده کردم، یعنی همین افراد دیگه ای که احیانا صدمه دیدم. هر سوال خدمتون که من در خصوص بحث ساختاری اشاره فرمودید که ساختار فساد در ایران به چه شکلیه، من لازم دونستم که یه توضیح بدم که ساختار فساد رو ببینید، بدنه در واقع نظارتی ما تقویت کننده و یا به تعبیری با اون حمایت های غلطی که صورت میگیره از برخی از دستگاه نظارتی و آدم هایی که در دستگاه نظارتی وجود دارن، باعث این میشه که تخلف در دستگاه اجرایی کشور به وجود میاد. حالا چه شکل هایی برای این ساختار به اصطلاح مبارزه با فساد ایجاد کردن و نیاز کردن برای انجام، یه بخشی از در واقع آدم هایی رو که بازداشت میکنن اصلا مفسد نیستن، اصلا فاسدن، چه از تخلف اداری دارن تبدیلش میکنن به یه فساد بزرگ، یه فرمید فاسدی تو برای هر که میگه اینه دو مثال میزنن که جواب میده یه تو فسادی که یاد نداده بودشه، فقط الان شاید اشتباهاتی در کار بوده بهش نوع کارش رو غلط انجام داده، تخلف اداری انجام داده، ولی تبدیلش رو به یک موزل بزرگ اتفاقای اعدام و بعدش هم 20 سال زندان مردنش و بیگناه بیگناه در زندان به اصطلاح سخت‌ترین شرایط ممکن رو براش دارن ایجاد میکنن، این از عمل قلب باز کرد یعنی به یک کوچیکتر ملیزی بیشتر بیمار بیماری قبولدار سلقش میکنن اوپش میکنن از بیخواستان بیرون، ولی حتی آزم نشدن که اینو پابند الکترونیکیش کنن. آز بخوام معذرت بخوام معذرت بخوام آقای پایلزار، خیلی خیلی ببخشید، من نمیدونم اتاق فرمان به من بگن آیا من صدای آقای پایلزار رو درست ندارم و نمیفهمم چی میگن واقعا، آیا شما متوجه میشین چی میگن که من سکوت کنم؟ بسیار خوب آقای پایلزار بفرمایید، خواهش میکنم. بله من ادا بدم آقای پایلزار، من فکر میکنم ادامه بدین، تلفن یکم نزدیکتر بگیرین دم دهنتون، فکر میکنم که بهتر شنیده میشه، خواهش میکنم بفرمایید. هر شبت خدمت این که عرض میکردم که یه بخشی از در بحث مبارزه فساد مدیر مدلش کسایی هستن که اصلا فساد صورت ندادن، تخلف اداری کردن و بابت اون تخلف اداری شو خاطر این که یک موزل تلقی بشه، بگن که آقا ما این به صورت گردن کلفت فساد اقتصادی رو زدیم میرونش رو از سوی مدل مبارزه که بگن شعر ایجاد کنن بگن ما مبارزه فساد انجام دادیم، مثل پرویز کاظمی که فقط تخلف اداری انجام دادیم و اصلا فساد اقتصادی توسط ایشون صورت نگرفته و شکل نگرفته. و بخش دوم کسایی هستن که فسادشون در واقع فعالیت اقتصادیشون فعالیت اقتصادی بوده که شاید بخشش مشمول تلقی فساد بشه، مثل امیر مسیح آریا یا همون معافری خسروی، باز مثالش میشه این، حالا از موارد دیگه هم هست. این آقا در واقع در اصل تولید به صورت گرفته بود
از سبب اینکه یه سری وام‌های هم دریافت کرده بود و تخلف آنچنانی صورت نگرفته، فساد آنچنانی صورت نگرفته بود. اما دست کسانی برای همکاری با ایشون در زمانی که فعالیت می‌کردن همکاری نیاز داشته، برای همکاری با ایشون کسایی سوء استفاده کردن و پول‌ها و باج‌ها و رشوه‌هایی گرفتن. ایشون هم به خاطر اینکه مسیرش رو درست بتونه ادامه بده مجبور شد همکاری بکنه و پولی پرداخت بکنه در واقع اونها، در واقع اشتباه ایشون و تخلف ایشون اون رشوه‌ای که اونها داده، ولی در راستای یک انجام کاری درست. و نهایتا زمانی که متوجه ماجرا شد که داره بیگناه داره سرش بالای دار میره، اومد که مطالب رو بیان بکنه، تبدیل شد به اعدام. و این چیز این دسته دوم کسایی هستند که تخلف آنچنانی ندارن، فساد در حد رشوه دادن برای انجام کار درست نه انجام کار غلط. ولی وقتی متوجه میشه که ایشون باج که نمیگه و داره واقعیت هم میخواد افشا کنه، سرش رو زیر آب میکنن. این هم یه بخشی از نحوه مبارزه با فساد. بخش سوم رو من اسمش رو گذاشتم افرادی که به گاو شیرده قسم شون بکنید. اینها کسایی هستند که بازداشت میشن، فسادشون شناسایی میشه، بازداشت میکنن توسط حالا پلیس اندرستادی یا هر ضابط دیگه که در اون کیس پرونده حضور پیدا کرده، از سبب خدمت این که بازداشتش میکنن. وقتی بازداشت شد میگن ببین ما در جهان از این پرونده هست، این فسادی کردی، این کاری کردی، اون کاری کردی، و اگر میخوایی که باری کنیم باید لازمش اینه که از اون پولایی که گرفتی بخشیشو با ماها شریک شی. و به این مدل ورود میکنن. حالا مثلا مثل آقای اومد چند تا پرونده های دیگه که من حالا میخوایم وارد مسجد کنم باشم از مسیر پرونده دور میشیم، اینجور آدم ها رو میان به اصطلاح با بازداشت کردن و ترسوندنشون شروع میکنن به پول گرفتن و به اصطلاح در مسیر ادامه مسیر هم اینها رو به اصطلاح با مرخصی ها، با نمیدونم اعزام به بیمارستان ها و و و بیشتر وقتا بیرون از زندان هستن. و یا حتی به اصطلاح مثل آقای اکبر طبری میبرن تو خونه امن پشت اداره کل زندان های تهران توی سعادت آباد، یه خونه بهش میدن، هر روز صبح زنش هم میاد اونجا تا غروب پیششه، شب میره خونه شون. یعنی اصلا زندان نمیشه ازش نام برد. مثلا آدم های این چنینی این مدل زندانی رو طی میکنن و در طول مسیر حتی اون ضابط باهاش همکاری هم میکنه. یعنی مثلا به طلبکارا میگه آقا طلبکارات کیان، اینا لیست میکنه، لیست طلبکارا رو میره ببین آقا آی طلبکار این آقا الان تو زندان مرمی تو 20 سال دیگه تو بمونه یا نمونه شد ببینه تو زندان نمیره زندان. چند میلیارد طلبکاری مثلا میگه آقا 100 میلیارد من طلبکارم به این اسناد، یا من میتونم راضیش کنم در فلانجا مالش دست ماست، این کارو کنم اون کارو کنم 10 میلیاردش بهت بدم. مال طلب 100 میلیاردی یارو رو با 10 میلیارد ماسپاری میکنه، بعد در مقابلش از اونا حق حساب میگیره. این بس اینم یه مدل از نحوه مبارزه بوده که صورت میگرفته. یه مدل هم کسایی که همون اول بسم الله میگه آقا ما اینقدر خوردیم اینقدرش هم بهت میدیم، ما دستمون بالاست، چقدرشو بهت بدیم، هر چقدر تو میگی مال تو، ما بریم بیرون دنبال کارمون، ما رو اینجوری نگه ندار، ما تحمل اینجا رو نداریم. مثل همین آقایونی که اسم آوردیم، مهدی شیخ الاسلام تو این پرونده، علی محمدپور تو این پرونده، غفار کیانی تو این پرونده و پرونده تو این پرونده افرادی که نام بردیم مثل همون بابا رضا که اسم آوردیم، عبدالکریم بابا رضا، اینا کسایی بودن که همون اول به اصطلاح دستاشون رو بالا کردن و به اصطلاح اون هر چی که به اصطلاح تو این دوزیا چیز شد و بنا به رضایت آدم‌های مربوط به پرونده، از ضابط، از قاضی، از دست اندرکاری که تو این پرونده وجود داشته، مثلا همین پرونده که اشاره کردیم، آقای قاضی اسنا عشری که حالا فوت کردن تو ایام کرونا، ایش محل تبادل پول تو خونه ایشون تو لواسون بوده. 5.5 میلیون یورو توسط این آقایون میبرن اونجا، آقای حسین بینا وکیل و افراد دیگه‌ای که همراهی می‌کردن آقای بینا رو و شیخ الاسلام رو اونجا میرن اونجا پولا به اصطلاح بخشیشو به پلن پلیس ضابط قضایی میاد اونجا عرض شود حضور تو عواملش جای رادان بدونن بشرفن ما به هر شکل ممکن به اصطلاح به اطلاع ایشون رسوندیم، سعی کردیم اطلاع ایشون مطلع کنیم. ایشون رو ما انتظار ما از سردار رادان اینه که تو این حوزه به صورت ویژه همونطور مثل آقای خطیب که پرونده ویژه گذاشتن رو عرایز بنده
و مواردی که بنده مطرح میکنم افشاگری میکنم پرونده های ویژه باز میشه تو وزارت اطلاعات روش کار میکنن. امیدوارم سردار رادان هم این مدل رو از آقای خطیب به تبعیت بگیرن و در دستگاه انتظامی هم همین مدل رو ببرن جلو و پرونده رو از بنده هم کمک بگیرن. من همین اطلاعات رو با به اصطلاح مشخصات و مختصات ریستر و دقیقتر تقدیم شما. البته که من نفرات ویژه ایشون رو نیاز دارم. من خیلی به مناسب آدمای تو دستگاه فراجا رو کار ندارم، چون مناسبشون خیلی من اطمینانی بهشون ندارم. تو آدمایی که تو اونجا بود در این منصب که مسئولیت در واقع این مدل برخورد رو در دستگاه انتظامی دارن رو من خیلی بهشون اعتقاد ندارم. انتظار دارم که آقای رادان شخصا فردهای ویژه‌ای رو که خارج از اون جایگاه هستن مورد اطمینانشون باشن معرفی کنم. من کمک فکری و برخوردی و عملیاتی هر چی که خواستم من در اختیارشون هستم. پس اینجا یه بخش دیگه از این آدمایی که نحوی مبارزه فساد رو بودن کسایی بودن که همون اول بسم الله دستشون رو بالا میکنن، همونجا پول پرداخت میکنن، پرونده رو اصطلاحا به قول همین آقای مهدی صفرخانی که اسمش رو آوردین میگه این مدل رو اسمش رو گذاشته بیمه از ابوالفضلی. یعنی چی؟ همون اول بسم الله طرفو میارن، پرونده براش تشکیل میدن، پرونده میاد تو دستگاه قضایی، اما با هماهنگی که انجام میشه براعت خورده میشه، عرصه و حضورتون که قرار منع تعقیب صادر میشه، با قرار منع تعقیبی که صادر میشه در واقع این آقایونی که در این پرونده بودن به قول خودشون بیمه میشن و دیگه اگر هر کس دیگه به عنوان شاکی ورود کنه و بخواد این موضوع رو دنبال کنه میگن آقا این پرونده قبلا قرار منع تعقیب خورده دیگه قابلیت رسیدگی نداره، لذا این مدل رو بهش گفتن بیمه از دعوا فزنی، دیگه بیمه میشه دیگه هیچ کس نه. اینجا البته دستگاه قضایی، من با از دستگاه قضایی خواهش میکنم، از آقای اجری و مسئولین دستگاه انتظامی قضات خواهش میکنم این مدل هایی که این مواردی که این مدلی رفتن تو کار و حداقل از طریق ما و یا امثال ما مطلع میشن که فساد صورت گرفته توسط اون قاضی، اون قاضی اصلا بعد از صدور رأی بازخرید کرده خودش رفته و میدونسته که روزی گردنگیرش خواهد شد، به اون من یه اندازه کافی پول گرفتم، من تا آخر عمرم در دست قضیه کار کنم، حقوقم گرفتم، همین یه شبه رفتم، درخواست بازخریدی کرده رفته. حالا من خواهش میکنم از دستگاه انتظامی قضات بیاد این پرونده رو مجددا به یک شعبه هم عرض بده و مجدد رسیدگی بشه، ببینه واقعا آخه چطور میشه یه پرونده با 18 موارد اتهامی بعد یه دفعه تبدیل میشه به هیچ و همه آزاد میشن میرن و تازه از اون مزد خواهی هم میکنن و دوباره برمیگردن سر کاراشون و هر کی سر کار خودش برمیگرده یا جایی مشابه مشغول به کار میشه و اونایی هم که نگرانن مثلا میرن خارج از کشور قرارشون باز شده دیگه، میتونن از کشور خارج شن میرن که اونجا تو یک هر کدوم که دیگه نمیتونیم اسم کشورها رو نام ببریم به هر دلیلی، میرن تو کشورهای متعدد مثلا مستقر میشن و زندگیشون اونجا با خوردن اون پولایی که از دستگاه بیت المال بردن میرن اونجا ادامه زندگی انجام میدن. این دستبندی بود که بنده کردم روی نحوه مبارزه با انفساد اقتصادی در کشور. آقای پالیزدار، قبل از اینکه به یه دسته دیگه من بپردازم با اجازهتون، میخوام یکی دو نکته رو درباره نکاتی که فرمودین من فقط بر بیننده ها توضیح بدم. یکی اینکه حسین بینا که آقای پالیزدار فرمودید وکیل همین دزدان دیدار ایرانیان و در واقع دستش توی کاسه است با بقیه، یکی دیگه اون بازپرس معصومی راد که همون پرونده رو نشون دادیم که همه رو من رو تعقیب زده، مواردی که همین الان شما فرمودین این بازپرس دادسرای پولی بانکیه و بوده و ببینید من نمیدونم که این اتفاق در کدوم حکومتی به شکل مافیایی به وجود میاد که طرف میاد همه رو منع تعقیب میزنه، یک پرونده عظیم چندین ساله رو همه افراد منع تعقیب میزنه، بعدم میگه که خب منو بازخرید، من بازخرید دیگه بازنشسته خداحافظ. یعنی اینقدر اینا پول گرفته بوده که میبینه به نفعشه که اینا رو بازخرید بکنه، خود اینا رو منع تعقیب بزنه، خودشو بازخرید کنه، بره چه میدونم توی فلان کشور توی ویلاهاش خوش بگذرونه، گور بابای بلا نسبت کشته شده های جنگ و نمیدونم جانبازان و پولای بانک دی و تمام داستان ها دیگه. این یکی از این بازپرس دادسرای پولی بانکی. و غیر از اینا ببینید یک
بخش دیگه ای هست در پیوند با پلیس در واقع بین الملل و در پیوند با بخش بین الملل قوه قضاییه. مسئول بخش بین الملل قوه قضاییه آقای اگر اشتباه نکنم میر مصطفی سید اشرفیه. این آقا مسئول در واقع دادن اسامی تحت تعقیب هاست، مفسدین اقتصادی ما سیاسی و اینا رو کاری نداریم، به نیروی انتظامی و بخش اینترپول نیروی انتظامی و دادنش به پلیس اینترپول. با اینا ما یه مدت میبینیم که مثلا عکس فلان کس در همین خاوری نمونه شه دیگه که حالا دیگه همه میشناسنش، مثلا 6 ماه عکس این توی به اصطلاح رد ناتیس چه میدونم بگیم مثلا توجه ویژه یا هرچی در لیست تحت تعقیب های پلیس اینترپول پلیس بین الملل هست، بعد 6 ماه میبینیم نیست، برداشته شده، دوباره بعد یه مدت میبینیم هست. این آدم هم کم نیستن ها که بخش پلیس اینترپول نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اسامی مشخصاتشون داده به پلیس بین الملل، اونم رد نوتیس داده و بعد برمیداره. چه میکنن با اینا های پلیسدار؟ از شبازی که من بعضی آدم هایی تو همون مجموعه که اسم آوردین هستن که با کسایی که حالا یا مفسد اقتصادی هستند و فرار کردند یا به نام مفسد اقتصادی از ترسشون فرار کردند و هر شکل ممکن اونا رو صدا میکنن تو اونجا که آقا ببین آقا ما بتونیم تو رو بازداشت کنیم الان، بیار اینقدر همینجا تو فلان هتل به ما پرداخت کن مثلا ما بیخیالت بشیم. یعنی یه مدل هم این مدل هستش که در واقع در راستای همون مثلا تقسیم بندی که کرده بودم، این مدل هم کسایی که رفتن خارج از کشور با این رفتار با این مدل باشون رفتار میشه. این حالا دیگه چون من نمیتونم اسم بیارم اون افراد رو، ولی در هر صورت هم صادق در واقع آدماشو داریم که اونور آب دارن باشون این کار میکنن، هم صادق آدمای دستگاه قضایی که آدمایی که واسطشون هستن رو میفرستن اونور و این مدل رفتار رو میکنن. البته که ما گفته نمونه این آقای حسین بینا که اسم آوردین، آقای حسین بینا از جمله کساییه که واسط دستگاه قضایی و اون آدمایی که بیرون مرز هستن زیاد پرونده هایی رو ایشون هدایت کرده و رفته اخاذی کرده و مثلا تو این حوزه تلاش کرده که اخاذی بکنه، حالا یه بعضن موفق شده بعضن موفق نشده، بعضن کمتر بعضن بیشتر. در اصل این فرد یه فردیه که تو همه حوزه ها ببین ایشون کسیه که علنا وقتی پرونده قضایی میگیره مثلا بیشتر پرونده‌هاشو تو مجتمع قضایی عدالت میگیره، میگه آقا من تو اینجا چون مجتمع قضایی مجتمع منطقه پرپول ایرانه تهرانه، میره اونجا میگه آقا تو من تو مجتمع قضایی عدالت 0-100 پرونده رو میگیرم میبرم جلو، من آدم دارم اونجا پرونده رو ارجاع میذاره به همون شعبه‌ای که من خودم میخوام و تو اون شعبه همون رأی رو میگیرم که دلت میخواد. تو مجتمع مفاسد اقتصادی مجتمع پولی بانکی تو اکثر مجتمع ها آدم داره اونجا کارشو میبره جلو، یا مثلا اگه مجتمعی هم که آدم نداشته باشه میگه آقا مهم نیست من تو تجدید نظر قوی هستم میرم اونجا پرونده رو نقض میکنم تمومش میکنم به نفع تو رأی میگیرم، یعنی به شرط چاقو عمل میکنه به قول خودش. و یه همچین آدمی دستگاه جمهوری اسلامی خب برای چی؟ همه میشناسیمش. حالا با اون آدمایی که ناسالمن که خب از اینا دارن استفاده میکنن و اون آدمایی که سالمن و مطلع هستن چرا با اینا برخورد میکنه؟ حفاظت تو قوه قضاییه بس کجاست؟ چرا برخورد نمیکنه با اینا؟ با اون آدمای سالمی که اونجا وجود دارن لاقل اونا تلاش کنن برای برخورد با اینا، نه اگه اطلاعات میخوان نیاز دارن بیان منشون اطلاعات بدن. این آدم ها رو باید باشون برخورد شد بذارید پاک شه بدنه. چرا این آدم های ناسالم حالا درصدشون اصلا ما میگیم پایین، درصد پایینی از فساد، چرا باید کل حاکمیت رو به فساد تبدیل کنه؟ چرا باید کل حکومت رو به فساد تبدیل کنه؟ با تلاش کنید برای مبارزه با فساد. آقای پالیزدار حرفی نباشه. آقای پالیزدار ببینید خب بدیهی است که در بدنه هر نظام دیکتاتوری و هر نظام فاسدی به هر حال آدم های سالم هم وجود دارند، این هیچ شکی نیست. ولی مشکل این است که مشکل از بالاست. یعنی ببینین شما حالا اینو گفتین من دارم عرض میکنم خدمتون، شما میگین آقای رادان بیا خواهش میکنیم ازت که به حرف ما گوش بده فلان، رادان اینا رو منصوب کرده، سرهنگ سلیمی رئیس حفاظت اطلاعات تهران،
رو سرهنگ سرگرد حمید هداوند تو نیرو انتظامی، سردار فتحی زاده رئیس حفاظت اطلاعات ناجا. خب اینا همشون شیتیلگیر، شیتیله که میگیم نه یک قرون دوزار، اینا همشون دستشون توی این فسادیه که شما دارین میگین. نمیدونم آیا میتونین توضیح بدین بخشی از فساد اینا رو یا نمیتونین؟ اگه نمیتونین بگین من برام بخش دیگه، اگه میتونین توضیح بدین بگوشیم. من تو این حوزه اجازه بدید ورود نکنم، چون ورود به این حوزه تبعات داره. بهتره که اگر مسئولین فرماندهی نیروی انتظامی های سردار رادان خواستن، من برای ایشون باز میکنم مطلب رو، بعد ایشون در جریان قرار بگیره شخص خود ایشون. ورود باشه. من دیگه ایم اطلاعات نمیدم تو اون دستگاه به جهت اینکه مثلا من خیلی صلاح نیم. و بعد در حوزه قوه قضاییه باز ببینید، در قوه قضاییه من باز میدونم که شما نمیتونید توضیح بدید، در نتیجه من فقط اشاره به خود اژه‌ای میکنم و میگذرم. آقای اژه‌ای که در من اینجا ناگزیرم بگم با پوزش از شما آقای پالیزدار گل، آقای اژه‌ای که از پرونده فاضل خداداد که 123 میلیارد تومانی که گفتن اولین اختلاس بزرگ بانکی بوده است و فلان و اینها، این آدم خودش دادستان بود و خودش قاضی بود در این پرونده. خب هم من میدونم، هم شما میدونید آقای پالیزدار، هم حق در داخل دستگاه قضایی و روزنامه‌نگارای باشرف هم میدونن و قطعاً بخشی از بدنه وزارت اطلاعات هم میدونه، یعنی همین نهادهای ناظر به اصطلاح، آدمای درستشون به هر حال میگم میدونند، قطعا انکار نمیکنن که از برادران رفیق دوست، محسن رفیق دوست و مرتضی رفیق دوست، که مرتضی رفیق دوست رو بهش حبس ابد دادن یادمون باشه، و محسن رفیق دوست که اصلا کارگردانی کرده بود این وضعیت رو، بهش یه خونه با آقای اژه‌ای میره از محسن رفیق دوست یه خونه میگیره در فرمانیه که او را از پرونده خارج بکنه و این کارو میکنه و اون خونه رو میگیره. و بعد فاضل خداداد که میبینه از اینا رکب خورده میاد افشاگری بکنه، همون شب اعدامش میکنن، فیلم میگیره آقای اژه‌ای ازش، نیم ساعت فیلم میگیره قبل از اعدام، میگه تو اینا رو بگو به من، من تو رو نجات میدم. وقتی ازش فیلم میگیره اون فیلم رو میبره میده به محسن رفیق دوست و مرتضی رفیق دوست که آقا جور به ویژه محسن عرض میکنم که اینو من دارم، به من خونه بده تو فرمانیه تا حل بشه قضیه بره. بعدم بلا فاصله فاضل خداداد بدبخت رو اعدام میکنه. اینا رو همه میدونیم. من میخوام بگم که وقتی درباره ساختار داریم صحبت میکنیم، با همه دلسوزی شما من هم همدلم آیه پالیزدار، منتها بدونیم که اوضاع چگونه است. یعنی منظورم این که آدرس درست دارین میدین به مردم، من هی سعی میکنم که این آدرس درست رو تقویت بکنم. من میخوام ازتون سوال بکنم در این فرصت که داریم. ببینید در برنامه های هفته سال گذشته ما درباره ارتباط پولهای دزدیده شده آستان قدس با حتی همین مسئله دیدار ایرانیان و بعد مسئله معادن و بزرگترین معدن زغال سنگ ایران یعنی چادر ملو و صحبت کردیم. اون آدم ها همچنان سر کارن. چرا و چه اتفاقی افتاده؟ خواهش میکنم. هر سمت خدمتون که البته من قبل از اینکه ورود کنم به این موضوع معدن، من میخوام بگم که حالا آقای اژه‌ای در گذشته اون اسنادی که شما میفرمایید و هرچی بوده به صلاح من خیلی جزئیاتش رو نمیدونم، ولی توی این مقطع زمانی که در رئیس قوه قضاییه نشستن، من خودم هم حقیقتا انتظار اینقدر برخورده چیز نداشتم، ولی الان میبینم ایشون نسبت به اون چیزی که ما فکر میکردیم خیلی برخورده خوبی داره و انشالله امیدواریم که با وجود ایشون دستگاه قضاییه مقداری سرعت عملیاتی شدنش تو حوزه موضوع فساد بهتر بشه. هر ثبت خدمتون که اما در ارتباط با بحث معدن، آقای تقی‌زاده مدیر عامل معدن چادر ملو بود که ما موقع مطرح کردیم که برداشتنش، یعنی اصلا بازداشتش کردن، نه برداشتنش، از آلمان که برگشت تو خود فرودگاه
امام خمینی اونجا گرفتنش و بازداشتش کردن و البته الان آزاده، ولی در اصل دیگه الان داره مجدد تلاش میکنه این فرد که برگرده دوباره مدیر عامل شه. اما به اصطلاح من امیدی ندارم که بتونه خودشو موفق بکنه تو این قضیه. عواملی هم که حسن علی محمدپور داره تلاش میکنه، چون احساس کرد که دیگه نمیتونه، رفته روی فرد دیگه‌ای داره کار میکنه، مشتبه حمیدی اگه شما نکنم که ماره صندوق بازنشستگی هر شبت حضورتون که فولاد ایشون این فرد هر شبتی. اینو هم چند وقت گذشته، همین چند روز پیش ایشون رو از به دعوتش و با هزینه ایشون برده بودن خارج از کشور. هر شبت حضورتون که رئیس هیئت مدیره شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران مشتبه حمیدیان، ایشون و تعدادی از معاونینشون رو برده بودن سفر خارج از کشور چین و با هزینه خودشون ارزشو، و الان داره آماده میکنه برای اسپانسری این که ایشون رو بذاره مدیر عامل چادرملو و دوباره همون تخلفات گذشته رو ادامه بده. و ایشون اگه خاطرتون باشه در گذشته من عرض کردم با فرزند رزم حسینی وزیر سابق سمت هم تعاملاتی داشت و تعامل که چه عرض کنم بدهنسونای مالی سنگینی داشتن برای عرصبت حضورتون تخلف ادامه راه تخلفاتشون. اخیرا دیگه اصلا اومدن باشون تو این چند ماه اخیر شراکت برقرار کردن، برگزار کردن و شرکتی رو تحت با عنوان رایان آلیاژ نوین که اون قبلا خانم مروارید مهمابور رو همسر علی محمدپور مدیر عاملش بود، بعد از اینکه ما افشاگری کردیم ایشون رو کنار گذاشتن، فردی به نام حمید میری. اینا کسایی هستند که به اصطلاح خودش تو دفتر به اینا رو میگه کارتون خوابا رو پیدا میکنه، تو شرکتاش میذاره برای فرار از مالیات، برای اینکه اگه هدف دستگاه‌های نظارتی اگر زوم شد روی اون شرکت، فردی که مدیر عامل اون شرکت کسی نباشه، از خانواده خودش نباشه، بیاد این تیپ آدما رو جذب. مثل اون سومگه جورقانی که قبلا گفته بودم، الان غیر از سومگه جورقانی کسای دیگه ای رو هم وارد عرصه کرده، مثل همین حمید میری که عرض کردم یا خانم مظفری دخترش، اینا رو آورده شرکت‌های متعددی رو اینا رو گذاشته به عنوان مدیر تو مجموعه ها و این شرکت‌های کاغذی رو برقرار میکنه. ایشون معدن رو اجاره میده به افراد که مثلا درآمد اون معدن شاید مثلا در سال چند هزار میلیارده. خب اگه بخواد دفاتر مالیش رو از ارائه بده به مالیات میاد یقش میکنه، میاد اونو به یکی از شرکت درست شده کاغذی خودش اجاره میده، میاد اونو اجاره میده و بعد از اینکه این شرکت رو اجاره داد، اون شرکت تلاش میکنه، اون شرکت طبق منطق محروم تو 10 سال مالیات معافه و اون شرکت برن دستگاه مالیاتی دادستانی مالیات بره بررسی کنه، ببینه اون شرکتی که اجاره گرفته معدن رو، اون شرکت الان به اصطلاح دارای صدها هزار میلیارد به اصطلاح تروبل مالی است تو سیستم مالی کشور و ایشون هم به اون افراد تعهد میده آقا همه مالیاتی که اگه خورد بهتون بنده مالیاتتون رو پرداخت میکنم، بیمتون رو پرداخت میکنم، نگران نباشید. از این حرفا این همین نامه‌ای که الان دیدیم، تعهد نامه‌ای که الان دیدیم، یکی از این نامه‌ها عرضه که با آقای محمد تقی فلکیان مثلا تعهد داده به ایشون که آقا تو نگران نباشه معدن رو فعلا من ببر جلو، من خودم ازت میخرم، همه بیمه و مالیاتش هم خودم ازت برداخت میکنم موقع نقل و انتقال. ولی الان دچار بحران کرده ایشون و الان سازمان مالیاتی یقه ایشون رو گرفته و از به این شکل سازمان پرداخت مالیات فرار میکنه، در واقع میاد خودشو با یه اجاره سوری به یه شرکت کاغذی خودش از پرداخت مالیات فراری میشه و اون شرکتی هم که عرض کردم خدمتون با وزیر به سر وزیر سمت آقای رزم حسینی تأسیس کرده، کسایی مثل آقای دوخایی که قبلا سابقه این کار تو شرکت سرب روی زنجان داشت و اطلاع سپاه رفت بازداشتش کرد به عنوان قاچاقچی سرب. خب دو تا مشکلی که بعد از طریق سیستم دولتی و بورسی فروش بره، یکی هم این که صبح تولیدش کنترل کنترل دولت بس بهش بخاطر مشکلات آلایندگی که داره و بنزه کافی دیوکسید صبح تو فضای ایران پخش هست، تولید کننده صبح بس با احتیاط و با کنترل تولید کنن، اینا نمیان اظهار کنن
به دستگاه نظارتی که ما چقدر سرطور کردیم و اون تولیدشون رو هم قاچاقی میبرن تو به قیمت 800% بالاتر میفروشن توی بازار سیاه. و این از جمله کارهای جدید آقای علی محمدپوری که به اتفاق رئیس حسینی توی خیرآباد ساوه این مجموعه رو کاخونه رو راه‌اندازی کردن و دارن فعالیت میکنن. عرض خدمتتون یه فعالیت جدید دیگه ای رو همین آقای علی محمدپور تو حوزه دارویی شروع کرده که تو برزیل و جیزو ونزوئلا و اونجاها داره تلاش میکنه برای اینکه مجموعه دارویی شو اونجا فعال بکنه و فعال کرده داره تلاش بیشتری میکنه که یه باب جدید. ما تو حوزه دارویی متاسفانه مشکلات زیادی داریم. من فقط یه آمار کوچیکی میدم تو حوزه دارویی، بخوام پراکنده دارم صحبت میکنم چون فرصتم کمه، عذرخواهی میکنم. تو حوزه دارویی ما الان 5 میلیارد دلار واردات مثلا دارو داریم و در صورتی که جمعیت ما با جمعیت ترکیه یکی، خیلی تفاوتی نداریم. در ترکیه خب ما وضعیت دارو در ترکیه رو میدونیم که از ما خیلی بهتره، اما با همه این تفاصیل که از ما بهتره، ما 2 میلیارد دلار در ترکیه واردات دارو داریم که تازه 1 میلیاردش هم با تولید داخلی که انجام میدن و صادراتی که انجام میدن بر میگرده. یعنی ارز تولید بر صادرات بر میگرده میاد توی خزانه کشور. یعنی در سال 1 میلیارد دلار واردات انجام میدن، ولی در کشور ما 5 میلیارد دلار واردات انجام میشه، 200-300 میلیون ارسال دلار هم صادرات انجام میشه که اونم به افغانستان و عراق و کشورهای چهنی و خودمون هم میدونیم که چیه اون چه که صادر میکنیم و خیلی مطلوب نیست. آیه پالیزدار یه نکته رو یک سوالتون این 3-4 دقیقه که وقت بیشتر نداریم ازتون بپرسم. ببینین صحبتی که قبل از برنامه باهاتون میکردم اشاره کردین به همین انتقال زغال سنگ در واقع درجه یک به چین که به عنوان زغال سنگ آشکال در سنگ آهن ببخشید سنگ آهنی که در ایران آره سنگ آهن اصلا من در رو چادر ملو همش گفتم زغال سنگ چادر سنگ آهن که و بعد در اینا میان ثبت میکنن در ایران در جمهوری اسلامی که اینا سنگ آهن در و داغونه در واقع به درد نخور ما باید بریزیم دور، چینی ها دارن از همون میخرن، خب بهشون میفروشیم دیگه، منتها 10 تومانی رو 1 قرون حساب میکنن برای مثال. و یکی از این کشتی ها وقتی لو میره اینو میفهمن. درست این نکته 2 دقیقه بله. وقت داریم بفرمایید، خواهش میکنم. بله متاسفانه همینطوره، به دستور رهبری که گفتن که خام فروشی انجام نشه و ممنوع کردن خام فروشی رو، رفتن برای زیرابی در آوردن این مدل اقتصاد رو ادامه بدن و اومدن گفتن با آزمایشگاه چادرملو، آزمایشگاه گلگوهر و آزمایشگاهی که توی معادن وجود داره اصلا اومدن هماهنگی کردن و سنگ توی خود گمرک، آزمایشگاهی که توی خود گمرک وجود داره، سنگ آهن‌های درست و بهترین درصد بالا خلوص بالای سنگ آهن رو دارند رو در واقع بارگیری میکنن تو کشتی ها برای چین اعزامش میکنن، ولی اظهار میکنن که این خاکه، این سنگ آهن هستش و این درصد خلوصش بسیار پایینه و اونجا یه کشتی لو میره و اون کشتی رو در واقع پرونده قضایی براش تشکیل میشه، توقیف میکنن پرونده قضایی تشکیل میشه. ولی متاسفانه آقای محمدپور یه فردی رو که الان این بنده خدا با ما همکاری میگن، غلام حسین حسینی نامیه، این بنده خدا با ما همکاری هم میکرد، الان بازداشت متأسفانه تو زندانه. تمام تخلفات، این پول رشوه ای که ایشون به مقامات دستگاه قضایی استان هرمزگان پرداخت کرده و اون پرونده رو بستن، نه اون قاضی و اون مسئول دستگاه قضایی که تو اونجا بوده رو باش برخورد کردن، نه آقای محمدپور که اصل مال مارونه باش برخورد شده، اون حسینی بدبخت گرفتن انداختنش تو زندان الان تو انفرادیه. هر شب از حضورتون که مثل هم من سمت هر کی میرم، هر کی با من همکاری میکنه، این محمد ابراهیمی یکی دیگه از کسایی که به من اطلاع میداد، اونو زدم با ماشین زدم پاشو دستشو همه رو شکوندن انداخته بیمارستان، تازه راه افتاده زنگ زده بود که من میخوام باهات گفتم ترس وایمه نداری، من میدونی که چرا تلفن اصلی من زنگ میزنه، لاغر با یه تلفنی تماس بگیر که دسترسی اونا به رود نباشه دیگه، وقتی تو میدونن که تو میای سمت من این حال بلا رو سد میاره چه میزنه من، با
خلاصه در صورت اینجوری دنبال حذف آدمایی هستن که یا در مسندن در واقع میذارنشون کنار یا توی به اصطلاح خارج از مقامات هم هستن و همکاری با اون میکنن یا میکننشون تو زندان یا میزنن با ماشین حذفشون فیزیکیشون میکنن از این دست برخورده باشون انجام میشه. آقای محمدپور رو من خواهش میکنم یه کیس ویژه جناب آقای خطیب عزیز یه کیس ویژه که تشکیل دادی رو ایشون واقعا داره نهایت سوء استفاده میکنه. آقا تو پرونده مفاسد اقتصادی آقا داره الحمدلله داره خوب میره جلو، یه خورده با قدرت بیشتری خود قوی تر اینا از ترسشون آقای پارزاد عوض میخوام داره تموم میشه. یک کلمه به من بگین آقای ابراهیمی رو که زدن دست پشت شکستن تو خیابون چی کاره بود که به شما اطلاعات بدن؟ آقای ابراهیمی اخویشون مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری امید بودن تو بانک سپه، ولی در هر صورت تو فعالیت اقتصادی با اینا همکاری هایی میکردن. بسیار ازتون ممنونم. همین تو اهواز و مشهد و این ونور خریده بودن با هم بده بسیون هایی داشتن. خیلی ممنونم. ولی این اطلاعات تخلفات ایشون برای ما آوردن و این باعث شد که این اتفاق بیفته. من خواهش میکنم یه برنامه رو بذاریم. آقای پالزدار دیگه وقتمون تموم شد، قربونتون برم. آره برای وقت دیگه بسیار خوب. بسیار خوب بسیار خوب در تماسیم، قربونتون برم. قربون شما ارادتمند. بریم پرده آخر. آسمانه زمزمه هم دهن به دهن داره میشرفه، مردم هم بعضیا ناخواسته یا بی توجه این جمله رو زمزمه میکنن، میگن آقا امسال مشارکت انتخابات ضعیفه چون وضع معیشت مردم خوب نیست. همه مرد رو بهم میزن در حالی که اصل تلقین مال دشمنه. بابا مردمی که 45 سال توی انقلاب باش دادن چی به شکمشون نگاه کردن که امروز بکنن؟ شب و روز بخوش.